از من رجیم بسم الله الرحمن الرحیم به درس نو مسئله محترم خوش آمدید درس نو تان توابی متزاید و متناقص می باشد increase and decrease function می باشد ای چی نو توابی است ما می خواهیم که نو توابی بر معرفی کنیم مسلین محترم در این شکل وازی دیده می شود که این یک تابی متضاید یعنی از گرابشان هم ما تشخیص کرده می تونیم که کدام تابی تابی متزاید می باشد و کدام تابی تابی متناقص می باشد از گرابشان معلوم می که طرف بالا میره یعنی قیمت هایشان اکس که زیاد میشه در مقابلشان وایشان هم یعنی خود تابع هم زیاد میشه متحول زیاد و تابعشان خود به خود زیاد میشه این هم قسم x که زیاد میشه در مقابلشان خود قیمت قیمت y نه زیاد میشود همه قسم زیاد میشه طرف در محور x هم قیمت ها زیاد میشه و قیمت ها به محور y هم زیاد میشه پس ای تابع در حالت تضایی دست زیاد میشه زیاد میشه پس ای تابع تابع بنامه چون میشه؟ نام تابع متناقص یاد می شود د ایجا هم واضح دیده میشه فرد مثال ما د ایجا ای ایکس ای یک است فرد مثال این نقطه د ایجا ای ایکس یک است و د مقابلشان ای اف ایکس یک برامد د ایجا ایکس قیمت زیاد میتیم ایکس دو د ایجا هم خود اف ای ایکس هم زیاد شد اگر در در خود اگر متحول زیاد میشه در مقابلشان تابع نیز زیاد شود اگر متحول کم شود در مقابلشان تابع نیز کم شود ای تابی تابی به نام تابی متزاید یاد می شود نو دومشان به نام تابی متناقص می شود متناقص یاد می شود متناقص تابی چی می باشد اگر متحول زیاد شود در مقابلشان شان قیمت کم بگیرد یا کم شود و یا اگر متحول کم شود و تابع قیمت زیاد شود زیاد شود پس ای نو تابه تابع به نام تابع متناقص یاد می شود فرض مثال ای در اینجا x1 x1 در مقابلشان این اف اکس یک اف اکس یک یعنی تابع قیمتشان ما اگر متحول زیاد کنم این اکس دو x2 در خود تابع nfx 2 آلی در اینجا واضی دیده می شود که fx1 زیادتر از fx2 شد در اینجا متحول زیاد شد تابع کم شد پس این نو تابع بنام چون می شود؟ نام تابع متناقص یاد می شود و مسئله محترم در شکل دیگه معلوم شد که این یک تابع ثابت می باشد وای مساوی به سی در نقطه سی یک موازی با محور با محور اکس رسه میشه و این هم خودشان یک تابی چی می یک تابی ثابت می باشد در اینجا گفته یک تابی در یک انتروال متضاید است اگر اکس یک کچکتر از اکس 2 باشد در نتیجه اف اکس یک هم کوچکتر از اف اکس دو شود یک تابع در یک کنتروال متناقص می باشد اگر x1 کوچک از x2 باشد در نتیجه fx 1 بزرگتر از fx 2 شود این تابع تابع در انتروال مربوطه متناقص می باشد ما در اینجا هم به شکل ساده ما تعریف کرده تابع 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 متزاید و تابع متناقص سیو سیومشان در یک تابع اگر x1 کوچکتر کوچکتر از x2 باشد در نتیجه fx1 مساوی با fx2 باشد در نتیجه تابع تابع ثابت نه متناقص است و نه نمتناز... متضاد طوری که در شکل واضح مشاهده می شد یا این یک تابع تابع ثابت می باشد تابع فرض مثال این یک تابع مثال های شونده اجازه آل ورده. ما در اینجا مشخص هم بسیار به سادگی ما را تعریف کرده تونیم چطور ما تعریف کرده میتونیم اگر ما یک تابع داشته باشیم این تابع را چطور معلوم کرده میتونیم که آیا این تابع تابع متزاید است و یا این تابع تابع متناقص است فرض مثال ما اف اکس داریم اف اکس ای تابع را چطور در کدام صورت این تابع تابع متزاید است در کدام صورت این تابع تابع متزاید است و در کدام صورت این تابع تابع متناقص است و در کدام صورت این تابع چی است تابع ثابت ای تابع دومینشان از دومین یا در انتروال مشخصشان ما دو قیمت میگیریم برای تابع متضاید ما از دومینشان دو قیمت میگیریم فرد مثال ما میگیریم که اگر x1 ما بگیریم x1 بزرگتر از x2 باشد دو قیمت از دومینشان گرفتم از تابع fx دو قیمتشون اگر این دو, دو قیمت که x1شون بزرگتر از x2 باشد، از ای چی نتیجه شود؟ نتیجه شود که f(x1) f(x1) هم بزرگتر برآمد از f(x2) که. پس این تابی تابی چیه سه؟ اینمی تابی تابی متزايد. پس در نتیجه ما نوشته کردم میتونم چی که اینمی تابی f(x) یک تابی چیه سه؟ یک تابی متزايد می باشد. متزاید می باشد و حالت دوم این حالت اولشون اگر پر مثال در یک انتروال مشخص از خود تابی x1 شون پر مثال انتخاب کردیم کوچکتر از x2 باشد از این هم نتیجه به دست آید که f x1 هم بزرگتر برامد از f x2 پس نه, نه، کوچکتر برامد از f x2 پس در این صورت هم ای به نام میشه پس انمی Fx ایکس به میشه به نام تابع متزاید یاد می شود ای تابع به نام میشه ای تعریف چی شد تعریف تابع مت... متزاید تابع متناقض چطور ما معلوم کرده میتونیم که یک تابع متناقص است حالت اولشان اگر ما از دو یا در انتروال مشخصشان دو قیمت x1 و x2 را انتخاب کنیم در صورتی که x1 بزرگتر از x2 را انتخاب کنیم و از این هم چی نتیجه شد نتیجه به دست آمد که f(x1) کوچکتر از f(x2) برآمد پس در نتیجه گفته می تونیم که اینمی تابع f(x) ای با نام چه بشه به نام تابع متناقض یاد میشه بنام نام چی میشه به نام تابع متناقض یاد میشه در حالت دومشان اگر ما انتخاب کردیم فرض مثال x1 کوچکتر از x2 را انتخاب کردیم، و هم نتیجه حاصل شد که f x1 f 1 بزرگتر از f x2 برامد پس در نتیجه ما نوشته کرده میتونیم که f x بنامه چار میشه؟ نام تابع متناقص متناقض یاد شود در ای اردو حالت تابع تابع به نام چی میشه به نام تابع متناقض یاد می شود یعنی ای البته در یک انتروال مشخص است ما او انتروال که پر مثال او انتروال قسم انتروال باشه که متغیر نباشد یعنی در یک ساحه مشخص باشد که یا متزاید باشد یا متناقص باشد یعنی قسم نباشه که یک انتروال باشد که او در او امکانات مختلف قیمت ها هم امکانات از متزاید باشد و هم از متناقص باز در او قسم انتروال ما مشخص کرده نمیتونم باید ما او انتروال را به دو انتروال تقسیم کنیم باز میتونیم یعنی مشخص یک انتروال باشه مو یا متضاید باشه و یا متناقص که هم متناقص و هم متزاید باشه باز ما در او را مشخص کردن هم که یا ای تابی تابی متضاید است یا تابی متناقص است تابی ثابت چطور معلوم کرده میتونیم؟ تابی ثابت فرد اگر ما داشته باشیم اگر x1 انتخاب کردیم که بزرگتر از x2 شد از این نتیجه به دست آمد که fx1 fx1 مساوی به fx2 بر آمد پس در نتیجه ما نوشته کرده میتونم که fx به نام چی میشه به نام تابع ثابت یاد میشه در حالت دومشان هم اگر ما انتخاب کردیم که x1 کچکتر از x2 انتخاب کردیم از این نتیجه به دست آمد که fx1 مساوی مساوی به fx2 شد پس در نتیجه ما نوشته کرده میتونیم که fx بنامه چه میشه؟ به نام تابی تابی ثابت یاد میشود به نام تابی ثابت یاد میشود میخوایم یک مثال برتان کار کنم معلوم کنیم که آیا ای تابی تابی متضاید است یا تابی متناقص است در مثال برتان آورده مثال اول آورده گفته که اگر اف مصوب مصابه چی باشد؟ اف مصوب x مربع باشد یک تابه تابه دومشان اگر اف مصوب من منف x مربع باشد و تابه سیومشان اگر اف مصوب چند باشد؟ مصابه پنج باشد این تابه ها را این تابه اول دوم سیوم را معلوم کنید که کدامشان متضاید و کدامشان متناقص است ما میخوایم که تابع اول را معلوم کنیم که آیا این یک تابع تابع متضاد می باشد یا تابع متناقص می باشد این اف ایکس مساوی چند است اف ایکس مساوی مربع می باشد خب ما پیش از این که ما این تابع را معلوم کنیم که آیا این تابع تابع متضاد است یا متناقص است اول باید دوم نشان تشخیص کنیم دومین این چی نه یک تابع است یک تابع, تابع پولینومی است پس دومین از این تابع دومین از این تابع مساوی چی می باشد؟ دومین تابع F مساوی تمام اعداد حقیقی از منفی لایتنه تا به مثبت لایتنه ای این دومین ای تابع شد خب آلی در دومینشان مشخص یعنی ای قسم ای یک انتروال است که در اینجا قیمت ها هم متزاید و هم متناقص یعنی همزمان ای قسم نیست که مثال یک طرف باشد متزاید باشه یا دیگر طرفشان شان متناقص باشه ای قسم ای در از دو قسمت تشکیل شده قسمت اول از این انتروال از چند از از من فیلایتانهی تا به صفر ای یک قسمتشان شد از من فیلایتانهی تا به صفر یک قسمتشان شد قسمت دوم از از چند از صفر تا به از صفر تا به مثبت لایتنای یعنی ما در این انتروال در دامینشان مشخص معلوم کرده میتونیم که از منفی لایتنای تا به مثبت لایتنای ای تابی تابی متضاید است یا متناقص ما ای در دو بخش در دو انتروال ای انتروال را به دو انتروال تقسیم میکنیم اول هم در انتروال اول معلوم کرده میتونیم که آیا ای تابی تابی متضاید است یا تابی متناقص است در انتروال اول ما معلوم میکنیم در انتروال اول از من فیلایتنی تا به صفر که آیا ای تا تابع متضاید می باشد یا تابع متناقص می باشد فرض مثال ما می که دو قیمت اختیاری از انتروال اول را انتخاب کنیم فرض مثال x1 شان منفی دو باشد و x2 شان فرض اختیاری قیمت ها از انتروال اول را انتخاب میکنم فرض مثال منفی چند باشد منفی 4 باشد آلی در اینجا ما مشخص معلوم کرده میتونیم اول چی را معلوم میکنیم؟ اف را معلوم میکنیم اف اکس یک را معلوم میکنیم اف اکس یک قیمت x یک چند شد؟ یعنی اف منفی دو را معلوم میکنم که اف دو تابع برای معلوم هست چند است؟ X مربع خیده جای متحولشان منفی دو را وضع میکنم منفی دو که مربع شد چند میشه؟ مثبت به صورت عموم هر عدد منفی به توان جفت مثبت می شود و هر عدد منفی به توان تاق منفی می باشد اف 2 را پیدا می کنیم اف اکس دو هم مساوی به چند می باشد X2 قیمت برای ما معلوم است چند است منفی چار خیلی اف منفی چار را پیدا می کنیم مساوی در جای متحول منفی چار را وزی کنیم منفی چار کل مربع مساوی به چند می شود مساوی به مثبت شانزده خب در اینجا ما, با, ما معلوم کرده میتونم ای در انتروال اول هست انتروال اول از چند هست؟ از منفی لایتنی تا به صفر در این انتروال ما معلوم میکنیم که آیا ای تابع در این انتروال متضاید میباشد یا متناقص میباشد خود دو قیمت آیا x1 بزرگتر است یا x2 x1 بزرگتر از x2 هسته چون قبلا برتون گفتم در عدد منفی و عدد بزرگتر است که به مبدا نزدیکتر باشه ده جا منفی دو بزرگتر از منفی 4 مباشد خ fx x1 چند برامد 4 و fx2 اه, 16 آیا 4 بزرگتر است یا 16 بزرگتر است خ از چه نتیجه به دست آمد fx1 کوچکتر برامد از fx2 خیلی پس در نتیجه این شرط شرطی کدام نوع تابع است شرط تابع متناقص است خیلی پس در نتیجه گفته میتونیم که این تابع fx مساوی با چند fx مساوی x مربع در کدام انتروال از منفی تا صفر یک تابع چی میباشد یک تابع متناقص میباشد چون این, این شرط متناقص بودن در این تثبیت شد آله می خواهیم که این در انتروال دومشان تثبیت کنیم که آیا در انتروال دوم انتروال دوم چند است؟ از صفر تا به مثبت لایتنای این تابیر را معلوم کنیم که آیا متزاید می باشد یا متناقص می باشد باز دو قیمت اختیاری از از انتروال گرفته می تونیم فرمیسال x1 چند باشد c باشد و x دویشان پر مثال دو باشد خو اف 1 یک پیدا میکنم اف x یک اف x یک x یک قیمت چند است؟ را پیدا میکنم سی که طابق... طابق... در تابی ما کدام تابی مالو میکنم در یه در تابی Fx ایکس به x مربع در جایشان که سی در اینجا وز c مربع چند میشه؟ c مربع مسوب به c سی Fx2 دو را پیدا میکنم Fx2 دو مساوی چند است؟ x2 قیمت دادیم f2 این x2 را قیمت دادیم 2 2 مربع مساوی 4 می شود خب مسئله محترم در اینجور واضح معلوم می شود x1 بزرگتر است یا x2 x1 بزرگتر از x2 هست چون x1 قیمتشان مثبت 3 و x2 قیمتشان مثبت 2 هست خیصی بزرگتر از دو x1 بزرگتر از این در اینجور چی برامد f1 نو شد و f2 چار شد از این نتیجه برامد که fx یک هم بزرگتر از fx2 شد بزرگتر از fx دو شد خیلی پس در نتیجه چی گفته میتونم این یک تابی تابی متضایی در انتروال مربوطه می باشد یک تابی چی می باشد؟ یک تابی متضاید می باشد در کدام انتروال؟ ای تابی در ای انتروال یک تابی تابی متضاید چون شرط متضاید بودن در ثابت شد این شرط متزاید, متزاید بودنشان قبلا براتون تعریف کردیم پس در این ای تابی در این انتروال تابی متزاید می باشد تابی سیوم که دیجا دا برای داده fx ایکس چند است؟ FX ایکس پنج هست یک تابع ثابت هست. حالا می که این تابی را معلوم کنیم چطور ما معلوم کرده می تونیم؟ که آیا این تابی تابی متزاید می باشد یا تابی متناقص می باشد چطور معلوم کرده می تونیم؟ ای چون یک تابی ثابت است از نوی تابی پلونومی می باشد دومین از این تابی چی می باشد؟ دومین از این تابی تابی اف مصابه تمام اعداد حقیقی از منفی تا تابه مثبت لایتنی. از منفی تا تابه مثبت لایتنی. ای باز دومینشان یک نوه یعنی یک انتروال متزاید نیست همزمان که متزاید باشد یا همزمان متناقض از دو بخش تشکیل شده بخش اولشان از من فیلای تا به صفر می باشد و بخش دومشان از چند سه از صفر تا به مثبت لایتناهی می باشد حال ای تابی در ای اردو انتروال را معلوم می که آیا در انتروال اول چی نوه تابی می باشد و در انتروال دوم چی نوه یک تابی می باشد خب در دو قیمت اختیاری را از انتروال اول می که در انتروال اول دو قیمت اختیاری را انتخاب می کنیم فرمیسال x1 شان منفی 4 باشد و x2 شان فرمیسال چند باشد؟ منفی 2 باشد ای دو قیمت ها را انتخاب کردیم آلی در اینجا در این تابیر وضع میکنم fx اکس چند است؟ اف اکس, اف اکس پنج ضرب اکس به توان می باشد هر عدد به توان سفر یک یک ضرب پنج پس مصوبه به پنج باشد خب در اینجا چی را پیدا میکنم؟ اول ما میخوایم که اف را پیدا کنم اکس یک قیمت چند است؟ منفی 4 منفی 4 مصوبه در اینجا وضع میکنم خیلی ضرب منفی 4 به توان صفر هر عدد به توان صفر مساوی به یک ای خیلی یک شد یک ضرب 5 مساوی به چند میشه؟ مساوی به خود پنج می خیلی اف 1 هم برامد چند؟ 5 شد FX اکس دو پیدا میکنم اف اکس قیمت چند است؟ x2 قیمت منفی دو منفی دو که دی چند میشه؟ 5 ضرب منفی دو کل به توان صفر ای هم هر عدد به توان صفر یک یک ضرب پنج پنج پس در نتیجه اف 2 دو برامد چند شد؟ پنج شد خب مسئله محترم در اینجا واضی دیده میشه ایکس یک بزرگتر است یا x دو ایکس دو بزرگتر از ایکس یک است یعنی اکس یک کوچک از x دو شد از این چی نتیجه به آمد نتیجه ای به دست آمد که fx1 یک مساوی شد به fx2 پس ای چون ای شرط تابع ثابت است پس در نتیجه گفته میتونم که ای تابع fx مساوی به 5 در انتروال از من تا تابع صفر یک تابع چی است؟ یک تابع ثابت میباشد حالا میخواین در انتروال دوم ای را معلوم کنیم انتروال دومشان چند است؟ از از صفر تا به مثبت لایتناهی می باشد از صفر شروع تا به مثبت لایتناهی باز دو قیمت اختیاری مثل محترم را انتخاب میکنیم فرمیسال x1 مصابه یک باشه و x2 شان فرمیسال پنج باشد تابع کدام تابع است که در این انتروال معلوم میکنیم تابع fx مصابه چند است؟ پنج ضرب x به توان صفر می باشد اول fx x یک پیدا میکنم f x یک قیمت f x چند می باشد یک می باشد f یک مساوی با پنج ضرب یک به توان صفر هر عدد به توان صفر یک می باشد یک ضرب 5 پس مساوی به پنج پس, پنج. پس در نتیجه f x یک مساوی چند شد مساوی با پنج شد x2 fx2 قیمت را پیدا میکنم x2 قیمت چند x2 قیمت برم داده 5 خ اپ 5 مساوی 5 ضرب 5 به توان 0 هر عدد به توان 0 1 1 ضرب 5 5 پس در نتیجه اف x2 برامد چند شد 5 شد در اینجا مسئله محترم موازی دیده می شود که x1 x1 کوچک از x2 است چون x1 قیمتشان 1 و x2 قیمتشان 5 است از این چی نتیجه به دست آمد fx1 مساوی شد با fx2 پس در نتیجه ای تا b fx مساوی با 5 در انتروال از 0 تا به مثبت لایتنی یک تابی ثابت می باشد میخوایم تابع دیگه شان معلوم کنیم که تابع دیگه به دایجا بر ما داده fx مساوی چند است؟ fx مساوی منفی x مربع می باشد. پیش از این که ما ای تابع را معلوم کنیم که آیا این ای تابع تابع متضاید است یا تابع متناقص ما چیکار میکنیم؟ ما اول دومین از این تابع را پیدا میکنیم. خیلی دومین دومین تابع f مساوی چند است؟ یک نوی از تابع پلینومی است تمام اعداد حقیقی. از منفی لایتنه تا به مثبت لایتنه ای دومین از این تابع می باشد باز دومینشان از دو بخش تشکیل می شود از منفی لایتنه تا به صفر و از صفر تا به مثبت لایتنه بخش اول از انتروال از منفی لایتنه تا به چی می باشد؟ تا به صفر می باشد. و قسمت دوم انتروالشان چند می از صفر تا به از سه پرتابه مثبت لای می باشد این قسمت دو منتروال حالا می که در در انتروال اول ای را معلوم کنیم که آیا در انتروال اول ای تابی تابی متزاید می باشد یا متناقص کدام تابع اینمی تابی که برم داده fx ایکس چند است؟ منفی اکس مربع در کدام انتروال؟ در انتروال اول انتروال اول چی است؟ از منفی لایتنهی سفر صفر در این انتروال ای تابه را معلوم کنیم که آیا ای یک تابع تابع ثابت می باشد یا تابع متناقص می باشد دو قیمت اختیاری مسئله محترم انتخاب می کنیم فرمیسال x1 چند باشد فرمیسال x1 منفی 3 باشد و x2 شان فرمیسال چند باشد x2 فرمیسال چند باشد x2 شان منفی شش باشد خب اول میخوایم که fx یک را پیدا کنیم fx1 د ای تابع وز شوه منفی منفی خود, خود ده تابع وجود داره د جای متحولشان اکس وضع میشه خ F چی را پیدا میکنم اف منفی سره ای که د ای جواز شوه منفی منفی خو از خود تابع داره و دیگه شون منفی سی کل مربع مصوبه چند میشه؟ منفی هر عدد منفی به توان جفت مثبت میشه این چند میشه؟ مثبت نو مثبت نو ضربه منفی ز... مثبت ضرب منفی 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 چند میشد؟ منفی نو شد fx اکس دو را میخوایم فای... پیدا کنم اکس دو را قیمت x دو چند میباشد؟ برم داده x دو x دو چند است؟ اکس دو در جا منفی شش را تعیین کردیم منفی شش منفی شش که دای جا منفی خود در تابع وجود دارد منفی شش کل مربع. ای هر عدد منفی به توان جفت مثبت میشه باز مثبت ضرب منفی منفی 6 که مربع شود چند میشه 36 منفی 36 میشه خب مسئله محترم ده ای جوازی معلوم میشه آیا اکس یک بزرگتر هست یا x2 اکس x1 اکس بزرگتر از x2 شد از این چی نتیجه برامد اف x1 چند شد منفی نو آیا منفی نو بزرگتر است یا منفی 36 منفی نو بزرگتر از این نتیجه شد که اف اکس یک هم اف اکس یک هم بزرگتر شد از اف اکس دو که پس در نتیجه چون یک شرط شرط متضاید هسته پس در نتیجه گفتم میتونم که ای تابی در انتروال مربوطه یک تابی متضاید میباشد در انتروال دوم میخوایم این ای تابی را معلوم کنیم که آیا تا بی متزاید می باشد یا متناقص اف اکس چند است؟ منفی اکس مربع انتروال دومشان از چند تا به چند است؟ از صفر تا به مثبت لایتناهی می باشد از صفر تا به مثبت لایتناهی دو قیمت اختیاری مسئله محترم را انتخاب میکنم فرمیسال اکس یک چند باشد؟ دو باشد و اکس شان چند باشد؟ فرمیسال چار باشد خب در اینجا اف را پیدا میکنم اف اکس اک یک اکس, اکس اک در تابی در تابع وضع میکنم منفی خودی در تابع وجود داره f چند f دو را پیدا میکنم f دو که در اینجا منفی در تابع دو مربع چند میشه چار این منفی چند شد منفی چار شد و دیگه کدام قیمتشان پیدا میکنم f x دو را پیدا میکنم x دو قیمت چند است مثبت چار مثبت چار که دیگه در متحول واسه منفی در خود تابع ای 4 مربع مصوبه چند میشه مصوبه منفی شانزده خب مثل محترم در اینجوا واضی معلوم میشه که x1 کوچکتر از x2 انتخاب کردیم از این چی نتیجه شد آیا fx1 بزرگتر است یا fx2 fx1 بزرگتر است چون منفی 4 بزرگتر است از از منفی شانزده از این چی نتیجه شد نتیجه برامد که fx بزرگتر شد از f(x) 2 دو که پس این شرط شرط چی هست شرط متناقص بودن هست پس در نتیجه گفته میتونیم کتابه در این انتروال چی هست متناقص است متناقص میباشد